ناصر خسرو. ناصر خسرو قبادیانی سال 1004 در شهر قبادیان که در قسم جنوبی تاجیکستان امروزه جایگیر است به دنیا آمده است. نامی پوره او ابو معین الدین ناصر خسرو قبادیانی است. عیان است که نامش ناصر، نام پدرش خسرو، تخلصش ابو معین الدین و قبادیانی به نام زادگاهش می باشد. پدرش دهقان بود و ناصر خسرو برابر یاد گرفتن کار دهقانی خط و سواد هم برآورد. قید کردن لازم است که در آن زمان ها شخصی به دولت و مالدار و دهقان می گفتند و آنها در نزد دیگر طبقه های جامعه آبروی کلان داشتند. بعد از این ناصر در مکتب معلومات ابتدایی را گرفته، پس از آن تحصیل را در مدرسه بلخ دوام داد. در دوام تحصیل مخصوصاً به آموزش علم های فلسفه، منطق و طبیعت شناسی بیشتر میل ظاهر می کرد. ناصر خسرو سالهای سیوم عصر 11 همچون شاعر و عالم زبردست نام برآورد. مدت در درگاه سلطان محمود غزنوی در کارهای مأموری مولوی خدمت کرده است. سال 1037 در خراسان تبادلات دولتی آغاز یافت. ناصر خسرو مدت در دیوان مالیات سلجوقیان خدمت نموده است. ناصر خسرو بر ذم خدمت دربار با کارهای دهقانی نیز مشغول بود. آهسته آهسته خدمت درباری به دلش زد، چون که در خدمت تزیق و فشار و از فاسدان بدی میدید. دوستی حقیقی بی‌غرض را نداشت، کسی را که میدید خوش آمدگوی و ریاکار بوده برای خود بهره میجست. ناصر خسرو اینگونه دوستان ریاکار را چشم دیدن نداشت و از آنها خود را دور میداشت. همه این سبب شدند که او ترک خدمت دربار نموده به سفر تیاری دید. مقصد سفر کردنش شناس شدن با حیات و زیست و زندگانی مردم، طبیعت کشورها، شهرها بود و اینچنین او میخواست با مندرجه و تعلیمات مذهب اسماعیلیه در منطقه های گوناگون شناس شود. اسماعیلیان یک شاخه مشهور شیعیان در عصرهای 10-12 بودند. ناصر خسرو به این مذهب از آن سبب میل داشت که آنها به رواج علم و دانش دقت می دادند و طرفدار آزاد فکری بودند. ناصر خسرو مال و ملکش را به بیچارگان تقسیم کرده، سال 1045 با برادرش ابو سعید به سفر برآمد. این سفرش 7 سال دوام کرده، او از ایران غربی، عراق و عربستان و مصر دیدن کرد. در این مدت ناصر خسرو جرایان اسماعیلیه را بیشتر آموخته، خود ترغیبگر این جرایان شد. سال 1052 ناصر خسرو به خراسان برگشت. وی باز کار دهقانیش را براه مانده، اکنون پیوسته در بین مردم مذهب اسماعیلیه را تشویق و ترغیب میکرد که این قهر و غضب سنی پرستان را به عمل آورد. ناصر خسرو به تعقیب دچار شد و در خراسان زیستن او خوفناک گردید و در چندین جایگاه پناه برده و عاقبت به کوهستان دوردست بدخشان در ایونگان در پناه مردم عالی همت بدخشان باقی مانده عمرش را گذرانید. ناصر خسرو در غریبی و دور از وطن اجدادی خود را ناراحت حس میکرد. ملک خراسان را یاد میکرد. بر زمی آن در اینجا امکانیت شغل دهقانی هم نبود. ناصر خسرو دیگر به خراسان برگشته نتوانست و قریب همه اثرهایش را در همین جا نوشته، آنها را به ملک های دیگر روان کرده است. سال 1888 ناصر خسرو در یونگان از عالم چشم پوشید. کتاب سفرنامه مشاهده های نویسنده را از سفرهای 7 ساله با نثر روان و ساده انعکاس کرده است. این اثر اهمیت بدیعی و تاریخی دارد. حادثه های آن واقعی می باشند. نویسنده هر آن چیز را که در سفر دیده است و تأثیراتی که حاصل کرده است همون خیل عیناً بیان نموده است. مثلا در صفت شهر بیت المقدس می نویسد: شهر است بر سر کوه نهاده و آب نیست مگر از باران و در روستاها آب است، اما به شهر نیست. این شهر بر سر سنگ نهاده است و شهر بزرگ است. آن وقت که دیدم 20,000 مردم در وی بودند و بازارهای نیک و بیناهای عالی دارد
و همه زمین شهر بر تخت سنگ‌های فرش انداخته و هر کجا کوه بوده است و بلندی بریدند و هموار کرده چنان که باران بارد همه زمین پاکیزه شسته شود. در سفرنامه ناصر خسرو منظره های طبیعت کشورهای گوناگون، انعنه های مردم، عبودی شهرها را به طور مفصل نقل کرده است. دیوان اشعار ناصر خسرو از قصیده های مذهبی، فلسفی و اجتماعی، غزل ها، ربایی ها و قطعه ها عبارت بوده 11,000 بیت را تشکیل می دهد. روشنایی نامه مثنوی است عبارت از 592 بیت و آن در مدت یک هفته اجرا شده است. در این اثر مسئله های اخلاقی و فلسفی انعکاس گردیدند. سعادت نامه از 300 بیت عبارت بوده، قسمان تکرار و قسمان دوامی روشنایی نامه می باشد. در آن عقیده های پند و اخلاقی در باره مناسبت بین آدمان، در باره محنت و اهل محنت، اولیا و حکما، عقل و ایمان، در باره تنهایی، ترک دنیا و قناعت، مذمت صنفی حاکم و مفتخوران، عقیده های ارزشمند اظهار شدند.